ما انسان‌ها فقط 200,000 سال زمان نیاز داشتیم تا از کشف آتش به جستجو در فضا برسیم. تکامل ما انسان‌ها سفری پرپیچ و خم در طبیعت و شرایطی بود که خودمون انتخاب نکرده. اما چطور ما از موجوداتی غارنشین به مسافران فضا تبدیل شد؟ بعد از اون تا 40,000 سال کم و بیش زندگی بدون پیشرفتی داشتیم. نیاز بود که تجربیاتمون رو کاملتر و گسترده تر کنیم. تا اون زمان اجداد ما فقط حیوانهایی بودن بین بقیه حیوانها. بدنشون توانایی ساخت خونه رو داشت، اما هنوز مفهوم خونه و سرپناه رو درک نمی کرد. شاید الان پیش خودتون فکر کنید خیلی نسبت به اجدادمون برتری داریم و اونها رو انسانهای احمق و ناکارآمد بدونیم. اما انسان‌ها 50,000 سال پیش متخصص بقا بودند. اونا نقشه های ذهنی با جزئیات بالا از قلمروی زندگی خودشون داشتن. حواس اجداد ما نسبت به محیط اطرافشون خیلی قوی تر و حساس تر بوده. اونا اطلاعات زیادی در مورد حیوان ها و گیاهان میدونستن. اونا میتونستن ابزارهای پیچیده ای بسازن که نیاز به سالها تمرین و مهارت های حرکتی بالا داره. بدن اونا مثل بدن ورزشکارهای ما ورزیده و کارآمد بود. فقط به این خاطر که مجبور بودن هر روز کارهای فیزیکی زیادی برای زنده موندن انجام. و البته زندگی اجتماعی نسبتاً خوبی هم تو قبیله هاشون داشتن. بقا نیازمند مهارت‌های بسیار زیادیه. انسان اولیه به طور انفرادی مهارت‌ها و دونسته‌های بیشتری نسبت به ما داشته. حتی ممکنه حجم مغزش بزرگتر از ما بوده باشه. اما ما به عنوان گروه امروز چیزهای خیلی بیشتری داریم. از 12,000 سال پیش همه چیز خیلی سریع شروع به تغییر کرد. تو جاهای مختلف دنیا انسان از شکارچی بودن دست کشید و شروع کرد به کشاورزی. تا قبل از اون بقا به عنوان شکارچی نیاز به توان بدنی بالا و ذهن و حواسی عالی و مهارت‌های مختلف داشت. اما با ظهور عصر کشاورزی ما میتونستیم روی توانایی دیگران برای بقا حساب باز کنیم. این بهمون امکان میداد تخصصی‌تر و بهینه‌تر زندگی برای درست کردن ابزارهای بهتر برای کشاورزی، برای پرورش و شکار حیوانات و شاید شروعی برای اختراعات جدید. مؤثر و کامل تر شدن کشاورزی اولین نشونه های مفهوم جدید برای ما انسان ها بود. تمدن. کشاورزی به ما منابع غذایی قابل اعتماد و قابل پیش بینی میداد. به ما امکان میداد برای اولین بار غذا رو تو مقیاسی بزرگ توی انبارها ذخیره کنیم. انبارهایی که نیاز به محافظت داشت و باعث شد انسانها نزدیکتر به هم زندگی کنند. ساختارهای دفاعی اولیه ساخته شد و بشر نیاز به سازماندهی رو درک کرد. هرچی بیشتر تخصصی و سازمان یافته تر میشدیم، کارها سریعتر و مؤثرتر پیشرفت میکرد. روستاها تبدیل به شهرها میشد، شهرها تبدیل به قلمروهای پادشاهی
و قلمروهای پادشاهی تبدیل به امپراتوری‌ها. ارتباط بین انسان‌ها گسترش پیدا کرده بود و به ما فرصت می‌داد دانشمون رو به هم انتقال بدیم. فقط 500 سال پیش بود که انقلاب علمی شروع شد. ریاضیات، فیزیک، نجوم، زیستشناسی و شیمی تمام چیزهایی که فکر میکردیم میدونیم رو تغییر داد. انقلاب علمی خیلی سریع انقلاب صنعتی رو برامون رقم زد و دنیای مدرن رو پایه‌ریزی کرد. کارایی انسان هر روز بیشتر و بیشتر میشد و ما میتونستیم زمان بیشتری رو برای پیشرفت بشریت صرف. انقلاب‌ها ادامه داشت، اختراع کامپیوتر و اینترنت و تبدیل شدنش به چیزی که ما هر روز و هر لحظه ازش استفاده می‌کنیم، دنیای ما رو شکل داد. نسبت به اجدادمون ما پیشرفت شگفت‌آوری داشتیم. شاید فهمیدن این که چقدر همه اینها سریع اتفاق افتاده برای ما سخت باشه، اما تقریباً 120 هزار نسل از ظهور اولین گونه انسان می‌گذره و فقط 500 نسل قبل چیزی که ما بهش تمدن می‌گیم آغاز شد. 20 نسل قبل ما انجام کارهای علمی رو یاد گرفتیم و اینترنت فقط یک نسل قبل در دسترس عموم مردم قرار.